شما رو دومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. درود و احترام خدمت بینندگان عزیز و نازنینم، آریا هستم. دوستان عزیز، حقیقتش داشتم روی برنامه کار میکردم در مورد نخست وزیر پرسابقه زمان پادشاه جناب آقای امیرعباس هویدا و خیلی برنامه سختیه. مجبور شدم برای این برنامه برم بنشینم و کتاب معمای هویدا رو که سالها پیش مطالعه کرده بودم، کتاب بسیار قطوری هم هست، بیش از 500 صفحه کتابه، این رو دوباره خودم کامل مطالعه کنم. دو تا کتاب دیگرم کنار گذاشتم در مورد آقای هویدا که حتما باید خودم شخصا بخونم. ضمناً یک هماهنگی هم کردم با یکی از نزدیکان آقای هویدا که پرسش‌های خودم رو بتونم با ایشون مطرح کنم که بشه در نهایت یک برنامه شکیل و کامل و جامعی در مورد آقای هویدا خدمت شما ارائه بدم. پس منتظر اون برنامه باشید، دارم روش کارم رو انجام میدم. ولی در این وسط یک نکته بسیار جالب پیدا کردم که گفتم به نظر من خیلی جالب بود و خوبه که باهاتون در میون بذارم. نمیدونم شنیدید یا نه، برای خودم جدید بود. فیلم فهرست شیندلر رو دیدید دوستان؟ یا اسکار شیندلر رو میشناسید؟ حالا اگر هم کسی ندیده پیشنهاد میکنم حتما این فیلم رو ببینه. علاوه بر بحثای تاریخیش فیلم بسیار خوشساختیه. خیلی خلاصه اگر کسی اسکار شیندلر رو نمیشناسه، یک صنعتگر آلمانی بود که در اوج جنگ جهانی دوم اومد و در کارخونه‌های خودش، اوایل فقط به خاطر اینکه یهودیان در اون شرایط سخت آلمان نازی، یهودیان کارگر مجانی بودند، اومد و از اینا استفاده کرد و برای منافع مالی اولین کار رو کرد. بعد از یه مدتی از دید انسانی رفت و شروع کرد به بهانه این جذب کارگر، یهودیان بسیاری رو در اروپا نجات داد و در نهایت هم خطرات فراوانی رو به جان خرید و در نهایت هم تمام ثروتش هم در این را خرج کرد و ناجی یهودیان اروپا شناخته میشه، خیلی معروفه در این زمینه. آیا میدونستید ما یک اسکار شیندلر ایرانی داریم که تعداد یهودیانی را هم که نجات داده به مراتب بیشتر از خود اسکار شیندلر؟ و ایشون کسی نیست جز آقای عبدالحسین سرداری، دایی مرحوم هویدا. خیلی جالبه نه؟ در این مورد کتابی نوشته شده، آقای فریبرز مختاری کتابی نوشته به نام در سایه شیر. اگر کسی میل داشت، علاقمند بود، بره اون کتاب رو بخونه. ولی آقای سرداری، دایی مرحوم هویدا، در زمان رضا شاه کبیر در فرانسه، در پاریس، در سفارت ایران مسئولیت کنسولی داشتن. موقعی که آلمان‌ها اشغال می‌کنن پاریس رو، خب می‌دونیم که رابطه خوبی بین دولت رضا شاه و هیتلر وجود داشت. یک اشاره به این قضیه در این برنامه می‌خوام بکنم حتما. رابطه خوبی بین اینا وجود داشت. آقای سرداری موقعی که پاریس اشغال میشه، میشه مسئول بخش کنسولی سفارت ایران و مهمونی های خیلی خاصی میگرفت با ژنرال های ارتش نازی. واقعیت، حالا بخوام نمیدونم خیلی بهتون در لفافه بگم، خیلی شیطنت ها میکرد دیگه، چی بهتون بگم، از خیلی از زنان اروپایی استفاده میکرد در این مهمونی ها. با این ژنرال ها یک رابطه اینطوری برقرار کرد و پارتی های آنچنانی براشون میگرفت. عجیب قضیه، شبیه به داستان اسکار شیندلر. و این واقعی، اسناد و مدرک، اصلا همه انسان های زندن مصاحبه ها کردن. خیلی جالبه، ایشون میاد و میبینه که ایرانی های یهودی در اروپا خیلی ها هستن
ببخشید لحظه قطع شد. ایشون دیدند که ایرانی های بسیاری که یهودی هستند در اروپا گیر افتادن، نه فقط در فرانسه، در اروپا. و آلمان خب چیکار میگه؟ آلمان نازی تو اون موج ضد یهودی که به وجود اومده بود، اومده بود و خب یهودیان رو جمع‌آوری میکرد، به اردوگاه کار اجباری میفرستاد و مسائل این چنینی. ایشون یک ترفندی به کار میبره برای نجات یهودیان ایرانی در درجه اول، و بعد میره به سمت حتی یهودیان غیر ایرانی. و اونم اینه که یک داستانی میسازه. ببینید، ایشون پاسپورت های خامی در اختیار داشت، بین 500 تا 1000 پاسپورت که بده به اتباع ایرانی. چرا؟ چون تا پیش از این، از زمان رضا شاه بود که تازه شناسنامه به وجود اومد برای ایرانی ها دیگه، سجل و شناسنامه زمان رضا شاه به وجود اومد، و پاسپورت هم در دوره ایشون داشت پخش میشد بین ایرانی ها در سطح جهان. و ایشون 500 تا 1000 تا پاسپورت خام داشت. یک داستانی ساخت، برگشت گفتش که ایرانی ها از زمانی که کوروش بزرگ یهودیان رو میاره در ایران ساکن میکنه، بعضی هاشون میان در ایران ساکن میشن، اینها میان ایرانی ها رو فریب میدن، ایرانی ها ایرانی نژاد هستن، آریایی نژاد هستن، فقط فریب هیتلر، فریب یهودیان رو خوردن، وگرنه نژاد اینها نژاد یهودی نیست، نژاد اینها نژاد آریاییه. و از این ترفند استفاده میکنه و یهودیان ایرانی رو به عنوان غیر نژاد یهود، به عنوان آریایی های ایران، بهشون پاسپورت میده. و کل یهودیان ایرانی اروپا رو نمیشه گفت همشون رو، خب به هر حال قطعا بینشون هم همه بهشون دسترسی نداشتن، ولی اسناد و مدارک نشون میده بین 500 تا 1000 تا پاسپورت ایشون داشته. و تو هر پاسپورت، پاسپورت های قدیم اینطوری بوده که پاسپورت مال خانواده بود دیگه، اگه قدیم، حتی زمان خودمونم یادمون اوایل اینطوری بود که مثلا پاسپورت بچه و پدر و مادر تو یه دونه پاسپورت بود. تو هر پاسپورت میتونست دو سه نفر رو اسمشون رو بیاره. و ایشون رفت و بیش از 2000 یهودی رو نجات داد. و جالبه بدونید که فقط هم یهودیان ایرانی رو نجات نداد، اول یک فراخوانی زد، کل یهودیان ایرانی رو تونست جمع کنه، و بعدش جلوتر رفت و یهودیان ملل دیگر رو به همین بهانه، خیلی از صدها خانواده یهودی ملل دیگر رو به این بهانه تونست به عنوان ایرانی و اصلهای آریایی نژاد با این پاسپورت ها از فرستاده شدن به اردوگاه های مختلف کار اجباری آشویتس و داخاو و جای دیگه نجاتشون بده. و واقعا جالبه. حالا خب روابط خیلی خوبی هم داشت با ژنرال های نازی، همون چیزی که عرض کردم. و آدولف آیشمن حتی میره در برلین تحقیق میکنه که آیا این کاری که ایشون داره میکنه از نظر نژادی درسته یا غلطه، یه جایی اما و اگرهای میاره، ولی خلاصه ایشون این کارش رو انجام میده و نجات میده یهودیان بیشماری رو در اروپا. تعداد کسانی که دایی آقای هویدا، آقای سرداری نجات داده در طول جنگ جهانی دوم، از تعداد کسانی که اسکار شینلر نجات داد بیشتره. حالا در این مقطع به جای اینکه افتخار کنند، واقعا متاسفم، به جای اینکه افتخار کنه حکومت جمهوری اسلامی بالاخره قرار نماینده ایران باشه دیگه حداقل در اسم، دیدم در سایت هاشون صرف اینکه این فرد وابسته بود به دولت شاهنشاهی ایران و صرف اینکه دایی آقای هویدا بوده، دیدم در سایت هاشون نوشتن که آقا این مسائل به خاطر پول بوده. آخه چقدر شماها همه رو مثل خودتون میبینید؟ فرضم بگیرید برای پول بوده باشه، مثل اسکار شیندر که اولش برای پول بود، بعد از اینکه رضا شاه میره، کل این داستان رو بخونید خیلی جالبه، بعد از اینکه رضا شاه میره که ایشون خیلی بیشتر، خیلی مورد خطر قرار میگیره زندگیش دیگه، آلمان ها هم از اینا رفتن و یا ارتباط خوبی که بین آلمان هیتلری بوده با دولت شاهنشاهی پهلوی قطع شده، ایشون رسما از جانب متفقین، از جانب آلمان هایی که در پاریس هستند، دیگه واقعا جونش در خطره. و آقایان جمهوری اسلامی چرا اونجاشو نمیگید که ایشون از ارث
خانوادگیش میگذره و وقتی که دولت ایران بعد از رفتن رضا شاه فراخوان میده که تو باید برگردی، از ارث خانوادگیش میگذره، یک دفتری میزنه با پول ارث خانوادگیش و همین کار رو، همین پاسپورت رو ادامه میده، همین پاسپورت دادن رو در پاریس. یعنی نه تنها به مسائل مالیش فکر نکرده، بلکه بدبخت از ارثش هم گذشت. آخه چقدر واقعا شما آدم های پستی هستید جدی. و بدونید دوستان، این بنده خدا بعد از انقلاب هم یه خونه، یه آپارتمان داشته، یک دونه آپارتمان دو خوابه در تهران، اون رو هم بعد از انقلاب به جرم خانواده آقای هویدا بودن و به جرم ارتباط با دولت شاهنشاهی مصادره کردن، که این فرد بزرگ در نزدیکی لندن در سال 1981 درگذشت. و خودش داره در صبح نظر خودش رو که در این مورد مطرح میکنه میگه که من برام هیچ فرقی نداشت ایرانی، یهودی و مسیحی و اقوام دیگه، آیین‌های دیگه، من وظیفم بود به عنوان نماینده ایران در خارج از کشور که همه ایرانی‌ها رو نجات بدم. و بعدش دیگه توی حالت انسانی قرار میگیره که تا جایی که پاسپورت خام داشته یهودیان ملل دیگر هم نجات میده. So there he said, I cannot leave a bunch of Iranian Jews. So he was very, very active. Was in jail. اون کسانی که با عقده به تاریخ نگاه میکنن مطمئنم برای همین میگم، چون میخوام اصل این داستان رو تو برنامه آقای هویدا مطرح کنم، میگن که چون هویدا اصلا پیشفرض اینه دیگه، پیشفرضشون اینه که هویدا بهاییه، پیشفرض دومش هم اینه که بهایی ها نوکران صهیونیستن و اینه. با این پیشفرض ها این قضیه رو به اونم شاید ربط بدم. بذارید همینجا قاطع بگم، اولا اینکه برنامه مربوط به آقای هویدا رو ببینید، در این برنامه به طور کامل به این قضیه میپردازم، اما فقط خلاصه الان بهتون بگم، سلیمان خان ادیب السلطنه پدر آقای هویدا، پدرشون عقاید بهایی داشته و به هیچ عنوان در خونه با اینها در این مورد صحبت نمیکنه. حتی برادر آقای هویدا، فریدون هویدا، تا سن 17 سالگی نمیدونسته، کلمه بهایی رو اولین بار در سن 17 سالگی شنیده. و مادرشون افسرالملوک اصلا یک شیعه دو آتیشه مسجد برو، امامزاده برو بوده مادر آقای هویدا. ایشون که اصلا بهایی نبوده. آقای هویدا هم اصلا به صورت یک فرد بهایی بزرگ نمیشند. و در بذارید اون برنامه هویدا براتون با اسناد و مدارک صحبت میکنم که اصلا آقای هویدا شخصا یک فردی بود که مذهب رو قبول نداشت. حالا خوبه یا بده رو کاری ندارم، چه تشیع، چه مسیحیت، چه یهودیت، چه بهاییت. و حالا توضیحاتو بذارید برای اون برنامه. حالا اینم میخواستم بگم که مادرش کی بوده. مادرش نوه عزت الدوله، خواهر تنی ناصرالدین شاه بوده مادر آقای هویدا. حالا بذارید تو برنامه خود هویدا بهتون میگم اینا. حالا یه طرف که اصلا این بحث، بعد دایی آقای هویدا برادر مادر آقای هویدا بوده، اصلا اینا، اصلا پدر آقای هویدا مخفی کرده بوده به خاطر شرایطی که امثال شما در ایران به وجود آورده بودن که هر ایرانی، من دست یهودیان ازم میبوسم، دست بهایار میبوسم، دست نمیدونم مسیحا، دست همه هموطنان میبوسم، فرقی ندارن ایرانی ها با هم. ولی به هر حال اینم از این قضیه. خیلی جالب بود، خواستم بهتون بگم. و یه مسئله دیگه این که دوستان، دلم میخواست در مورد آدولف هیتلر برنامه بسازم، نمیارزه واقعیت، چون اگه بخوام خیلی ریز بشم توش نمیارزه برام که در این دموکراسی گلوبالیستی جهانی یک سری حرفا شاید به کامشون نچسبه و واقعا انقدر مسئله مهمی نیست که بخوام بیام ریسکشو بکنم برنامه کامل بسازم. ولی از اونجایی که خودم ناسیونالیسمو دارم همیشه ترویج میدم، میدونم که خیلی از هموطنان
رو این بحث نزدیکی هیتلر و رضا شاه یک دید مثبتی رو آدولف هیتلر دارن. پرونده هیتلر رو نمیخوام باز کنم که به شخصه واقعا خیلی در مورد آدولف هیتلر من مطالعات خودم کردم و نتیجه بسیار مهمی گرفتم. هیچ وقت دیگه مثل اون اوایل دوره چنم راهنماییم و اینا، دوره اون سنین نوجوانیم که شیفته یک سری از پروپاگانداهاش میشدم، دیگه به هیچ وجه فکر من در اون مورد نیست، ولی حتی نمیخوام باز کنم، بحث خودشو میطلبه. با رضا شاه رابطه خوبی با آلمان ها داشت، یک به خاطر نفرتش از انگلستان. رضا شاه، بذارید یک برنامه بعدم در مورد اینکه چجوری رضا شاه به قدرت رسید هم خواهم ساخت، در مورد روابط اولیه رضا شاه با انگلیس ها. ولی بعد رضا شاه به دشمن درجه یک انگلستان تبدیل شد، در زمینه شیخ خزعل کاملا جلوی امپراتوری بریتانیا وایساد و اینا. و اصلا گرایش رضا شاه به سمت آلمان هیتلری یه بخشیش به خاطر نفرتش از انگلستان و ترسش و مخالفتش با روس ها بود که همواره ایران استعمار کرده بودن، یه بخش دیگرش این بود که ناسیونالیسم وطن پرستانه رو دوست داشت رضا شاه و هر کسی در دنیا که یک همچین سودایی رو در سر پرورنده بود مورد توجه رضا شاه قرار می گرفت، مثل آتاتورک، مثل هیتلر. و حالا اما رضا شاه هیچ وقت مثل هیتلر نژادی نگاه نمی کرد به قضیه. واقعیت هیتلر اینه که نژاد بشر رو به چند بخش تقسیم کرده بود. برید از نوشته های خودش بخونید، لازم نیست تحت تاثیرش پروپاگاندای قرار بگیرید. هیتلر اعتقاد داشت که دسته ای از انسان ها برده آریایی ها هستند، مثل سیاه‌پوستان، مثل که اینها نژادهای پستند، مثل یهودیان، که حالا یهودیان رو تو این دسته باز جزء دسته قرار میده که بهتره که نباشند اصلا. یک دسته دیگه نژادهای خونسا هستند، مثل مثلا مردم فرانسه، مثل مردم انگلستان، مثل آنگلو ساکسون ها. یک دسته دیگه نژادهایی هستند که همپیمان آریایی های آلمان هستند، مثل ایرانی ها. این اعتقاد و باور هیتلر بود. ولی رضا شاه هیچ وقت یک باور نژادی نداشت. هر ایرانی رو بهش احترام میذاشت که هیچی به هیچ کسی تو دنیا دیده نژادی نداشت. ایران مأمن و پناهگاه یهودیان بود در زمان جنگ جهانی دوم. نه فقط یهودیان ایرانی، یهودیان لهستان به ایران پناه آوردن در زمان رضا شاه. اینو در نظر داشته باشید. و به هیچ وجه بحث رضا شاه اون بحث نژادی نبود، به هیچ وجه، و کاملا فقط از این مسائل ناسیونالیستیش بهش به خاطر اون مسائل بهش احساس نزدیکی میکرد. این حقیقت تاریخه. و من یه چیزی رو هم بگم، ببینید من برداشت خودم و یک بار برای همیشه در مورد این که اگر آلمان نازی پیروز میشد، و خیلی اعتقاد دارم که اگر آلمان نازی پیروز میشد ایران امروز یکی از ابرقدرت‌های جهانی بود. بذارید نظر خودم رو که بر اساس سالها بررسی من هست بگم. نه سندی هست در موردش، نه چیزی، چون چیزی که پیش نیومده که نمیشه در موردش سندی داد. ولی با شناختی که من از سایر رهبران نازی به دست آوردم، مثل گورینگ، مثل هیملر، مثل آیشمن، مثل افراد دیگه، اینها اگر خود هیتلر هم فقط به خاطر مسائل روز استراتژیک نظامی متحد رضا شاه نشده بود و واقعا در قلبش باور داشت به آریایی ایرانی هم تراز خودش باشه، این آدمایی که من میشناسم، این فیلد مارشال های نازی، اینها کسانی بودند که هیتلر میرفت و یه روزی میمرد، در نهایت این بحث نژادی آریایی رو محدود و محدود و محدودتر میکردن به جرمن ایریان. این باور منه و چیزیه که من به دست آوردم. حالا شاید خیلی قبول نداشته باشن، ولی اگر هیتلر هم پیروز میشد، شاید رضا شاه حکومتش ادامه پیدا میکرد و ما از موهبت این مرد که هر یک روزش موهبتی برای ایران بود بیشتر استفاده میکردیم. اما من اعتقاد دارم که فیلد مارشال ها، سران بعدی نازی، کار رو میرسوندن به نژادگرایی آریایی و دیگه ایرانی رو هم به عنوان نژاد آریایی قبول نمی‌کردن و اون آریایی جرمن اصیل فقط و اون موبورهای چشم آبی خودشون
میشد نژاد برتر. این برداشت منه. به هر حال دوستان لازم بود این برنامه خیلی کوتاه به نظرم جالب بود خواستم براتون خدمتتون ارائه بدم. روح شاد مرد بزرگی بود و باعث افتخار ایران و ایرانی در سطح جهانی. دیگه ببینیم تا برنامه آقای هویدا کی تموم شه که خدمتتون ارائه بدم. شاد و پیروز و سربلند باشید. پاینده ایران. برقرار باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان بدرود.